حس میکنم این ویدیو رو نباید بگیری. جدی دارم میگم. این چیزیه که یوتیوب فارسی هنوز براش آماده نیست. اصلا آماده نیست. به هر حال ما امروز اینجا این تا به شما بگیم چه کانال هایی از روی چه کانال هایی ساخته شده. آفرین. ببین. نمیخواستم بگم اسکی رفتن که. نه اسکی نرفتن. در کل کانال های معروفی که شما در یوتیوب فارسی میبینین، حتی بعضی محتوای ما اومدیم رو ببینیم که واقعا کانال های محبوب ایرانی کپیه یا نه. بریم ببینیم. بچا کانال اول کومانه. کومان واقعا منو ادی واقعا ویدیو کن موقع غذا خوردن داریم نگاه میکنیم، یعنی اصلا اینجوری نیست همه میبینن کیه نبینه. این کانال کومانه، خب ویدیوهاش درباره غذا دیدین دیگه، کومان توضیح دادن. اسم کانالی که از روش اقتباس شده گود میثیکال مورنینگ هستش. من الان بین این کانال و اون کانال شباهتی نمیبینم. نگاه کن اونا دارن توپ بازی میکنن. صبر کن مثلا اینجا داره میگه که برو رو پاپیولا بذار مثلا ویلی دیپ فرای. دقیقاً اون کوروش اون بغلی ایمانه. جالبه. Today we ask the age old question, will it deep fry? Let's talk about that. Let's talk about that. بریم نگاه کنیم. اینو ببینیم. و دقیقاً اینترو پخش شد بعد از اینکه. اصلاً این تحول ترشی یک انسان چقدره؟ امروز قراره بفهم. شخصیت پردازی خودشونو دارن خدایی. شخصیت پردازی که نمیتونم بیان شخصیت پردازی رو کپی کنم. یکی هست میگه. حالا میرسیم بهش. ولی خدایی خیلی کارشون یونیک و خوبه. کیا؟ کومان. حالا یونیک شاید یونیک نباش. کلمه ای نیست که بشه استفاده کرد. ولی ببین این کانال که دو تا آدم خارجی که قیافشون حال نمی‌کنی اسمش رو می‌ذارم اقتباس ایرانیزه شدن ایرانیزیشن. خدایی نگاه کن تو بک اینا رو می‌بینی وای به غرب وحشی آمریکا میده. می‌بینی گیتار آویزون بک اونور رو می‌بینی وای به اینا بک اینور یوتیوب فارسی. مشکل اینا میدونی چیه؟ و برتری کومان به نسبت اینا نه کاراکتر اینا نمیره توت. آره ولی کاراکتر کوروش ایمانو میتونی ها میره توت میره توت. ادی من میگم یه کاری بکن بفرمایید. بیا ما محتوایی که میبینیم رو به دو دسته تقسیم کنیم، یا بگیم کامل کپی شده واقعا بدون هیچ خلاقیتی، یا یک ایده هایی برداشته شده یا ایده های زیادی برداشته شده ولی مناسب با فرهنگ مردم ایران ساخته شده. الان مثلا تمام ارزون ترین گرون تریایی که ما با کل یوتیوب فارسی گرفتیم و قطعا یه روسی مثلا 10 سال پیش گرفت. بعد ویدیو بعدی مال یه کانالیه که همتون اکثرا دیدینش، مدگلو میگه مخوف ایلومیناتی در سراسر دنیا. چون محتوای مدگل خدای مدگل صدا رتلیانه این رتلیانه همه رتلیانه من ایلومیناتی هم تو بریم اون کانال کپی شو در بیم. ای مدگل yes by the scary music you hear the candles lit behind me this creepy skull you know it's time for conspiracy theories. یکم طنز یارو حس میکنم کرینجه یکم بیشتر. خدا پدر مدگل بیامرزه. من احساس میکنم یوتیوب فارسی محتوای انگلیسی ها رو میگیره با کیفیت تر ارائه میده. یه چیز خوب که مثلا مدگل داره این نداره اینه که مدگل برای کاری که داره حداقل انجام میده احترام قائله. شاید این ویدیوی خیلی قدیمی شه مال 8 سال پیشه. برو ویدیو الانش رو ببین. این ویدیو 3 ماه پیشش. چرا؟ سیتکام شد. سیتکام بچه سریال های طنز مثل فرنز رو بشمید سیتکام. خب بریم بذار بریم یکم مدگل ببینیم. سلام و به این قسمت دیگه از برنامه آن ساخت خوش اومدید. توی این قسمت بخواییم راجع به چی صحبت بکنیم؟ تو قسمت های قبلی آن داشت چیز مهمی میگفت مگه موسیقی متنشو نشنیدی؟ بذار میخوام بزنم وسطش ببینیم وسطش چه اتفاقی میفته. و اینجاست که به تئوری وحشتناکی میرسیم که خب. مستم بهش بابا آسیدا اینجوری که خیلی چیز مهمی داشت میگفت وایسا در برای سیمز 3 دارم صحبت میکنه. پدر مادر عزیزم که داره این ویدیو رو ببینی سیمز یه بازیه مثل جنگ های صلیبی بود عمو داوود بازی میکرد. اون میتونستی کنترل کنی بقیه رو. اینجوریه که میتونی دنیا رو توش کنترل کنی. مثلا به این خانومه بگی برو بچه‌تو بشور بعد برو ظرفا رو بشور بعد خودتو بزن بعد مثلا ببینیش. محتوای مدگل یا محتوای شین به نظر من با هم برابرن، مخصوصا اون میلی که 5 سال جلوتر بود. یه دور میتونی 5 سال جلوتر بود و بذاری یکم پاپیولارش شین رو ببینیم. الان 5 سال پیش چقدر مردم تا یه جایی ویدیو شیدن بعد بستن تا اینجا دیدن تا اینجا دیدن زمین گرده. چه فوتیج عجیبی پخش کرد. قطعاً محتوای مدگل. بریم کانال بعد. بریم کانال بعد. کانال بعد چه کانال جذابیه؟ ویجیلنده. آخ آخ تمام رفاقت ممنتو و ویدیاتو در این ویدیو به پایان رسید. ویجیاتو که خودشون یه سایتن که در مورد بازی‌ها و تریمی و فیلم و سریال و اینا. ویجیلند محتوای خودمونی ترشونه کانال ویجیلند. مثلا بخندی باختی می‌سازن. از اینا که میشینن جلوی هم برای هم دیگه جوک تعریف می‌کنن. ما هم همین چیزی ساخته بودیم و خامه زدن و اینا رو ما از جیمی کمیل مثلا اسکی رفتیم دیگه. خب
ببین اینجوریه کانال الان محتوا رو شما داری میبینی شعر یادت نره حالا میخوام گرونتره کانال نشونتون بدم که دقیقا همینه اسمش یهمده یه چیزی من بگم بله. بچهای ویدیوتو گفتن که این از کانال دد جوک مثلا دد جوک های خارجی نگفتن از کانال دد جوکس آره. گفتن اینا دد جوکسه نه گفتن مخ... گفتن از کانتنت انگلیسی آفرین آره گفتن کنم. تو یوتیوب خارجی وجود داشته ما هم رفتیم الان بچهای ویدیوتو بیگناه هم میز دارن صندلی نه کل لباس درستی تنشون نکردن میزشون بده برو ویدیوتو رو ببین تو این چقدر خوش چرا ویدیوشون انقدر تاریکه ببین من میگم اینو کپیه ولی یه کپی خوبه بعد ایرانیزه شده مثلا الان یه جوک خارجی ها رو بذار به خدا اگه بخندی مرض درد امکان نداره بخندیم آها اینا اینجوریان که اگه بخندن یه دونه شات میرن چه باحال خب اینا بردن به نظرت الان که دیدی محتواشونو نمیتونن اونو بیارن ما این که خیلی کلا جوکای دد جوکس بیمزه است ولی بیشتر میخندوندت اونا خوبه دیگه نه یه مشکلی هم داره بچهای ویدیوتو جوکایی که میگن خیلی هارد تو تیکه مخصوصا برای مخاطب عادی ما که میفهمیم ما میفهمیم ولی بس... مثلا آدمی که گیمر نباشه آدمی که سینما رو دنبال نکنه آدمی که مثلا ندونه سال 2014 کدوم بازی گوتی شده قرار نیست به جوکای جدید آدمی که گیمر نباشه سینما رو دنبال نکنه چرا ویدیوتو میبینه جوکای شوهر عمه‌ای داشتی میگفتی جوک سخت بگین هیچ چیزی نفهمه بعدی دیگه خیلی کپیه بلایند دیت بلایند دیتی که الان ترند شده این یه مدلشه یه آقا 5 تا خانوم پشت پرده بعد باهاشون حرف میزنه در طول ویدیو از روی پاهاشون تصمیم میگیره که کدومو انتخاب از روی شخصیتشون حرف میزنه باهاشون پس چرا پاهاشون معلومه چون پا چیزی نیست که آدم دربارش تصمیم بگیره خیلی ها سر پا تصمیم میگیره میشه بریم آخر ویدیو دوستان ببینم کدوم خانومو انتخاب کرد هی میره بالاتر یارو به اینجا میرسه دیگه تصمیماتش قطعی میشه ببین همین بین این دوتا و منده خدا فلت این یه ذره داره اینی که داره رو انتخاب میکنی بیا اسکم شدی بریم ورژن ایرانی رو ببینیم من دوست دارم ببینم قرار ناشناس با پریا قرارمون یادت نره از قرارمون یادت نره خیلی خوش کانال ترند فارسیه دقیق شخص ایدان همونه برعکس آقا باید انتخاب کنه من میخوام ببینم آخر کار کی انتخاب میکنه آخه ببین این من تو زندگیم دو هم کیمون زشته یا خوشگله سیاهمون نه خوب انتخاب کرد نه ببینم او ایرانی ها خوشگلن خوشگلن یه سوال ما از مثلا دستش یارو میفهمی سیاه‌پوسته دیگه میتونی بگی بره خوبه یعنی چی آقا این کاملا اسکیه من ایرانیشو بیشتر دوست دارم ببینم ولی کاملا اسکیه هم چه فرقی داره اون تازه دختر انتخاب میکنه این پسر انتخاب میکنه یعنی تو اونجا میتونی مدل های مختلفی از دختر ببینی اینجا میتونی مدل های مختلفی از پسر ببینی کدومو انتخاب میکنی؟ متوجه شدم خدا رو برش کن اسکیان یا نه هستن بچا این کاناله اسمش کبریت مدیاه محتواشون چیه بین یه آدم دانشجو یه نفری که مثلا دانشجو نیست میره مثل مافیا و باید رو سوال هایی که از هم میپرسن بگن کی دانشجو نیست اگه این کانتنت رو میخواستن توی مدرسه بسازن باید دقیقاً چی یه والیست حالا نسخه خارجیش یکم غیر قابل پخشه 5 secret virgins versus 1 f boy یعنی 5 تا پسر باکره یه دونه با... اف بوی یعنی کسیه که همه دخترها رو اف امیر خب دقیقاً اینجوریه و امیر رو پیدا کنیم حالا اینا کی دانشجو نیست که فلان مافیا توری با هم حرف می‌زنن این امیر بعد اون سیاه‌پوسته اف بوی برو بابا بزنم کی حال کردی؟ حال کردی؟ تو متوجه نیست خودش خود اینه بیا عقب شد اف بوی نباشه اینم که ویرجن حال کردی؟ پس این کی بود؟ این دروغ خوب گفت بازی رو برد بریم نسخه ایرانیشو ببینیم دیگه متوجه شدیم محتوا چیه دیگه من یه دانشجو هم اینی که کلاشو برگردی گفت من یه دانشجو هم دانشجو نیست دانشجو وقت نداره از این کارو بکن چقدر دقیق ورکوپی بر اساس ایده از جوبیلی مدیا و بازی ما گفته جوبیلی آقا دمتون گرم کپی کردین کپی 100 بود ولی تخم داشتین بگیرن که کپی کردین باری کرد بعدی که رضا اینه آقا رضا رو اگه نمیشناسین یه کانالیه میاد درباره همه چیز صحبت میکنه و کلا درباره روزمرگی و اتفاقاتی که هست یک حالت استنداپ کمدی نقادانه داره و میاد حرف میزنه رضا که باش کلاب هم رفتیم و رفیقمونه که شما اگه پینگویز رو بشناسید خیلی کانتنتش شبیه همه متوجه میشید که رضا این میمش رو دیدین که جیبه میگه
اینجوری میکنه میبینی چون لویز من قبلا میدیدم حقیقتا به تو جدی؟ آره. من فقط میمشو دیدم ولی خیلی آدم باحالیه برعکس رضا خیلی کوله خیلی خفنه بامزه حرف میزنه رضا خدایی بامزه است به سبک خودش آروم خیلی بامزه است بامزه است خدایی میخندم و مگه من چیز غیر از این مگه بامزه نیست بچه ها ارفان بیا رضا این بامزه هست یا نیست میتونه باشه ولی پینگویز رو میشناسی؟ خیلی بامزه است نه؟ خیلی عجیبه ببین قبول در حدی نیست رضا که بگیم از این اسکی رفته اما از آبادش من قبول ندارم اینکه رضا از این اسکی رفته شده باشه ایده برداری شده باشه ما رفتیم خونش هم درباره مسائل زندگیش همینجوری حرف میزد رضا آینه اینجوری نیست بیاد بشینه جلو دوربین فکر کنه میاد جلو دوربین یه ذره فکر میکنه قبلش چی بگه ولی خودشه خب رضا آینه اصلا اسکی نیست خودشه زر زده اون بنده خدا کینه خب بریم کار فرهاد ایکس ری هم ببینیم یا میستری باکس یا پرنگ بیشتر حالا بریم ببینیم که کانالی که آخه اینم اگه واقعا عنوان پرنگ کپی شده باشه قبول میشه چون پرنکو که خیلی عام میده همه پرنک انجام میده این خیلی پرنک میکنه این فقط داره پرنک میکنه ما نمیتونیم پیدا کنیم اینم منظر من قبول دار نیست منم قبول دار نیستم از همه بیشتر فقط کبریت مدیا بود هنوز مونده اه. یه دونه خیلی مهم مونده که چی زد اسکیه چی خوتن خوتن فقط جعبه باز میکنه دیگه جعبه باز کرده چه خدای معتبر جعبه باز کرده بابا گناه داره جعبه باز کرده من یه دفاع میخوام بکنم جعبه باز کرده جعبه باز کرده جعبه باز کرده جعبه باز کرده دیلی ان اگه اینجوری باشه یکی میاد به ما میگه انوا دیلیه گناه داره دوستان یک کانالی که داره دیلی فعالیت میکنه که شما هر روز سرگرم بشین احتمال داره که بعضی محتواهاش شبیه هم باشه خوتن خارجی رو نگاه کنید من دارم درباره دیلی صحبت میکنم جعبه خب این خانم هم دیلیه نه این دیلی نیست بحث اینه که آخه ما هم جعبه باز میکنیم احسان هم جعبه باز میکنه هامی کیم هم جعبه باز میکنه ویجیاتو همه جعبه باز میکنن ای جی کینگ کانتنت علی ایکس شات کانتنت یکی ویو میخوره جی مستر خب الان تموم شد آره دیگه تموم بریم تصمیم بگیریم بین کومان مدگل کبریت مدیا ترند فارسی رضا آینه خوتن با کدومشون بیشتر حال نمیکنی دلیل نمیشه با کسی حال نکنی همه بچه ها دارن زحمت میکشن رضا آینه حق داریم با رضا آینه حال نکنیم رضا بچه ویدیو همکاری با رضا چند وقت دیگه میاد دیگه بعد این ویدیوهای همکاری قرار بیاد اینجا یک پدری ازش در میاریم بچه ایده بدین تو کامنت ها رضا آینه اومد چه بلاهایی سرش بیاریم فکر کنین چیه نجات پرستی آره نه الان اینجوری شد انگار مثلا به این نتیجه رسیدی سیاها بدن خوبه سفیدا خوبه ساموئل جکسون رو ببین تنها سیاهی که میشناختی همون مایکل جکسون رو ببین اون چه سفید شد چه شوخی ها همه ی آدم ها با هر رنگ و نژادی آدم آره محتوای اورجینال یعنی چی؟ یعنی ادیتورت عدسه کن آپدیت شده بچه ها کیا روکنی ویدیو داره که مدگر اونجا میخونه من از اونجا خوشم اومد دیگه آنوای مدگر رو نشنه چی گفت که بود که پاتینگا نازد خاتینگا مثل اینه میگه هر کی برنامه کودک میسازه داره اسکی میره از امو پورنگ نه دیگه قبلش بوده که کی؟ الان بدیم امو پورنگ از خیلی وقتی شده مامان بابای ما یه خانم بود خانم خامنه همون که میگفت بیا جلوتر به تلویزیون نزدیک شو ابله میگفت برو عقبتر از تلویزیون دور شو چرا باید بگه بیا نزدیک کور میشه من خوب شد مجری من رو کورک نشدم کورشو میکنم مجری بیا جلو میگفت برو عقب بیا جلو نه مشخصه